خود یوسفی باید توپ روی دروازه بفرسته. ببینیم این بار از این توپ چگونه استفاده میکنن یاران ملوان. ارسال به درون محوطه جریمه، زاره یک ضربه زد و توی دروازه. گل برای تیم ملوان. احمد آهی موفق میشه در 14 تیمش در آستانه سومین پیروزی پیاپی در لیگ قرار بگیره. یه بازی جام حذفی رو هم که بردن، تصویر آهسته رو ببینید که به چه طریقی مازیا زاره روی توپ اثر گذاشت. آفساید هم اصلا نبود چون یه بازیکن سپاسی کاملا روی خط دروازه ایستاده بود. یه پاس رو به جلوی دیگه برای فشنگچی، تعادل خوش هم از دست میده، همچنان درگیر هست و اعلام پنالتی. پنالتی گرفت آقای متن حرکت بود و حالا ببینیم رافایی چیکار میکنه. رافایی 5 گل زده و اینجا ببینید، اینجا که بلند میشه حرکت کنه داور اعلام، ببینیم میتونه ششمین گل فصلش رو بزنه یا نه. دورخیز هم میکنه شیخ بسی در دروازه، رافایی حرکت و این ضربه و گل. ملوان 2 فجر 3 دو میفته. یه بازیکن حریف هم که اخراج شده و خدمتتون گفتم همه چی دست به دست هم داده تا علی محمدی همچنان صاحب توپ هست. همچنان علی محمدی این بار هم بخت خودش رو امتحان میکنه، باز هم توپ بلوکه شد. حالا ببینیم فشنگچی چیکار میکنه. حرکت این بازیکن، یه پاس تو در بسیار عالی برای یوسفی و توپی که وارد دروازه شد. محسن یوسفی گل سوم رو در 41مین دقیقه به ثمر و عمقی خوب. و دیگه محسن یوسفی چی میخواست؟ توپ به قعر دروازه رفت. جوکار تیم محمود یاوری بد جور داره میبازه. بازی حساس این هفته رو هم انجام بده. ضربه ایستگاهی به سوی تیم فجر در دقایق پایانی بازی. فاصله یه توپ تا خط دروازه خیلی زیاد هست. جوکار این ضربه رو میزنه و توی دروازه. یکی از گل‌ها رو پاسخ میده تیم فجر توسط بس که به دیوار دفاعی هم برخورد کرد. بله به یکی برخورد کرد، یه خود جهت توپ تغییر کرد، اما ایمان صادقی هم عکس العملش خیلی مناسب نبود. البته توپ هم کاملا به گوشه دروازه رفت. کار رو برای او سخت کرد. مناسب بفرمایید توپ اینگونه وارد دروازه شد. ملوان 3 فجر 1. از این زاویه ببینیم کاملا مشخصه که توپ به پای ساقبی خورد، کمونه کرد.